روز گذشته در هوای دلگیر و مات تهران، زیر آوار سرفه‌های آلرژیک و طعم وارونگی، خبر آمد بیتا فرحی درگذشت. بی هوا صدای سیلی هامون به گوشمان رسید، یکی از ماندگارترین سکانس‌های تاریخ سینمای ایران. بختش بلند بود. ستاره بختش درخشان بود که یک شبه توانست راه 100 ساله را برود، با همان فیلم لعنتی، با همان نقش لعنتی. هامون زندگی های زیادی رو زیر و رو کرد، خیلی ها رو عاشق کرد و 2 نفر رو به اوج آسمان برد، حمید هامون و مهشید. زوجی که اگر در فیلم چندان آسوده و سعادتمند نبودن، باری در دنیای واقعی به خیلی چیزها رسیدند، به چیزهایی که فکرش را هم نمی کردند. یکی خسرو شکیبایی بود که با همان تک نقش طلایی سوپر استار سینمای ایران شد و اگر خودش به خودش بد نمی کرد، اگر اسیر عادتهای شومش نبود، شاید هنوز هم می توانست در سینما و بیرون از آن آقایی کند. بشود یکی مثل بهروز وثوقی که همه برایش از جا بلند شوند و به احترامش کلاه از سر بردارند. اما عمو خسرو زود رفت و همه را حسرت به دل گذاشت. نقش مقابل او بیتا فرحی اما باهوش و خوددار بود. حواسش جمع بود که آبرو و اعتبار جمع کرده را یک جا حرام نکند. نه با محافل و بروبیا و حاشیه های سلبریتی پسند میانه ای داشت و نه حاضر بود برای چند میلیون بیشتر تن به هر کاری بدهد. در طول 3 دهه بازیگری آهسته و سنگین و به اندازه بود. اگرچه نقش‌های بزرگ زیادی در سینما نگرفت، باری خود را به ابتذال هم نکشید. فرحی همیشه با حسرت از گذشته‌اش می‌گفت، از فیلم بانو، فیلمی که اگر در زمان خود اکران می‌شد، بی تردید او بسیار بیش از آنچه گذشت می‌درخشید. بازیگری که از تئاتر و در دنیای پرتلاطم بازیگری بالا نیامده بود. شاید جدا از آن چهره با ابهت و صدای میخکوب کننده، در بازیگری نیاز به استعدادهای شگفت‌انگیز بیشتری هم نداشت. اما همان چند فیلم اندک، همان هامون و بانو و خونبازی و خاطراتی که در سریال‌ها برای من به جا گذاشت، آنقدر بود که خیلی از بازیگران زن سینمای ایران به خواب هم نمی‌بینند. بیتا فرحی که همه این سالها می توانستی در خانه اصیل و پر رنگ و لعابش در خیابان شریعتی سر میرداماد پیدایش کنی و با او از روزهای رفته بگویی. بیتا فرحی که نرفت و ماند، نه سر و صدایش بلند بود و نه گلایه ای داشت و نه ادعای بزرگی. او حالا یکی از رفتگان هامون است، عزت الله خان و عمو خسرو و جلال مقدم و حسین سرشار و این آخری داریوش مهرجویی که با وحیده محمدی فر دیگر بازیگر فیلم رفتند و ما را با جادوی آن فیلم خاطر انگیز تنها گذاشتند. بیتا فرحی لابد تحمل این همه تنهایی را نداشته. لابد روحش دیگر در کالبدش نمی گنجیده. اما حاله ای که او را برای همیشه در بر گرفت، سحر و تلسمی که از پرده نقره‌ای به زندگی نکبت و کسالت بار واقعی سرریز می شود، تا ابد رهایش نخواهد کرد. زن زیبا و با شکوهی که روزگاری رؤیا و خیال همه ما بود. صدای افسونگری که آهسته از طبقه دوم کتاب فروشی می گفت هامون، و ما دلهای من یک سره می رفت. عشقای من سرازیر می شد، با همان لباس پلدار که امروز دموده به نظر می رسد. زیر تور عروس همچون تمام زنان اسیری، با چادر در شاه عبدالعظیم و با لباس های آغشته برنگ که همه بیقراری هایش را به نمایش می گذاشت. زنی که می خواست بریزد، بپاشد و بسازد. گفتنش سخت است، اما در آن روزگار او همه ما را عاشق خود کرد. او تجسم همان زنی بود که ما در خیال های من دنبالش می گشتیم، با همان خلخلی ها و با همان جاه طلبی ها و همان زیبایی. معشوقی خیالی که در هر قصه و هر فیلم عاشقانه دیگر بار و دیگر بار زخم‌های ما را تازه می‌کند. او عشق ما بود، حق ما بود، سهم ما بود و حالا دیگر نیست. هرچند که جایی آن بالا دارد ما را نگاه می‌کند. انگار که از پرده بزرگ کاشته شده روی تپه شنی، انگار که از پنجره خانه‌اش به سوی این ساختمان نیمه تمام، انگار که رخ برگرفته از نور همه فلش ها و دوربین ها در دادگاه بی عدالت زندگی او دیگر نیست.
اما کاش همه نبودنها همینقدر بزرگ و با شکوه و سایه گستر بود. کاش همه نبودنها اینقدر پر از بودن بود. و در این لحظات حمید هامون است که با چشمانی مه گرفته خسته از همه بی نصیبی ها برای من می خواند. ای کاش که دست تو پذیرش نبود و نوازش نبود و بخشش نبود، که این همه پیروزی حسرت است. باز آمدن همه بینایی هاست به هنگامی که آفتاب سفر را جاودانه بار بسته است و دیری نخواهد گذشت که چشمانداز خاطره‌ای خواهد شد و حسرتی و دریغی.